براتون جالب باشه، همین این اثری که یک اثر سلطه‌ایه که در فاصله های نه چندان زیادی از همدیگه گرفته شده. توی این اثر چند لایه دیده میشه. یکی خود آبه که خب شفافیتی داره و حاضر خودش نیست، یعنی شما آب رو به ما و آب نمیبینید، ولی که توی یه بخشی از این بخش سفید رو میبینید که هیبت یه پرندهی مثل ققنوس، سیمرغ یا چیزی رو داره که این در واقع انعکاس ابرهاست. توی خود آب ماهی رو میبینید و در داخل آب هم چیزهایی که کف آب هستن این مقدار مشاهده میشه. در چند شاید مثلا بگم کمتر از یک دقیقه بعد این عکس گرفته شده که این چون هیئت اون ابر تغییر کرده، حالا یه مقدار حالت یک اسب یا یک جانور دیگه رو گرفته، بزرگتر شده از حد عادیش و ماهی که تقریبا همین ماهی ها هستن نسبت بهش خیلی حقیرتر به نظر میرسه. توی مرحله بالاتر این بزرگی و گسترش ابرها چنان دیگه بزرگ شده که دیگه نمیشه خیلی تشخیص داد، از توی کادر رفته بیرون و از جزئیات کف آب هم خبری نیست، یعنی یه زمینه تیره است که توش یه مقدار ماهی های قرمز هستن با این کاس ابر که این هیبت رو نشون میده. در واقع یه سیر تحول از یه فرم به یه فرم دیگه. این اتفاق در واقع فقط میتونه توی آب بیفته. شما آبه که میتونه سفت‌ترین اشیاء رو خمش کنه، یعنی شما وقتی که آب رو حرکت میدین خطای کف فرض کنین استخری چیزی باشه که همه خیلی مستقیما شروع میکنن موج برداشتن، شما که خود اونا رو نمیتونین حرکت بدین. لذا آب این خاصیت ایجاد توهم و وهم رو خیلی داره و توی فرهنگ های مختلف خصوصا فرهنگ های شرقی، هندویزم، بودیزم، آب یه رکنیه که در واقع عنصر توهمه و جهان هم چون آفریده شده از آب، جهان هم کلش یه توهمه، چون که این شکلی که داره نمیمونه هیچ وقت، این از بین میره، متحول میشه، درست همین شکل همین فرمایی که تغییر میکنه. درسته، خیلی متشکرم. این ماهی اومده چند تا از ما
اینا یه تعدادش مالزیه، یه تعدادش ژاپنی. این کدوم مسجد آقای دکتر؟ مسجد نصیرالملک شیراز. Thank you.